هستش، میتونید تماس بگیرید، میتونید ارتباط برقرار بکنید و ساره عزیز با شما همکاری خواهند داشت. با شما به هر حال یه چیزیه که فکر میکنم وظیفه هر انسانیست که در این راه کاری انجام میده. ما هم داریم یه کاری انجام میدیم، ما هم داریم این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما بدون هیچ چشم داشت مادی، داریم راجبش حرف میزنیم و خود بنده هم اگر بتونم کاری بکنم میکنم، چون آدم ها اگه کاری میکنن نباید بکن که میکنیم یا چجوری داریم میکنیم. در نتیجه بذارید پای وجدان و اون عرق و اون معرفت هر انسانی که در وجودش هست و شما هم میتونید خیلی از این کارها بکنید که کسی هم نفهمه. مثل بعضی از هنرمندان ما که وقتی که رفتند، یا بعضی از آدم هایی که کسی فکر نمی کرد که واقعا در قید حیاتشون به چه خانواده‌ای کمک می کردن. یکی از پدر یکی از دوستان بسیار عزیز من فوت کردن، وقتی که رفتن ایشون، اینی که میگم احساساتی میشه، ایشون هر ماه چند تا از خانواده های بی بضاعت و یا زن بودن یا مرد بودن رو میگفته بیاین در یه شیرینی فروشی در اونجا قرار میذاشته که در این روز بیاید در تاریخ یکم هر ماه، و اونجا ایشون میمده و شروع میکرده به اینها کمک کردن. وقتی که فوت میکنه تازه صاحب اون شیرینی فروشی، کسی که اونجا کار میکرده و صاحبش بود، به من زنگ زد، خبر نداشت که ایشون فوت کرده. گرسی از آقای ایکس خبری نداری؟ گفتم بله. چطور؟ گفتم ایشون فوت کردن. گفتم چطور اونه که؟ شروع کرد گریه کردن و گفت بلند شو بیا اینجا. وقتی رفتم اونجا این داستان رو برای من تعریف کرد که این عزیز ما آقای مروت، ایشون کاری میکردن که هر ماه در تاریخ اول هر ماه میمدن و کمک میکردن و چون فوت کرده بودن خبر نداشتن خانواده ها. این هاست که وقتی که انسان میره تازه میفهمن ای بابا این در قید حیاتش داشته چه کمکی میکرده، چه معرفتی داشته، چه خدماتی داشته انجام میداده. به هر حال بذارید ماها هم جز همون آدم ها باشیم. بیایید شما که این ارگو دارید و شما که ثروتمند هستید، ای بخشی از زندگی و بخشی از درآمدتون رو بذارید رو این. همش این نیست که آدم خرج خودش رو همسر و خانوادش بکنه. وظیفه انسانی هر کسیه که کمک کنه. اینم فوتجاییه که خود سارا گرفته، درسته؟ بله، اینا کوه قبلیه که رفته بودم، چویو، ششمین بلندترین قله دنیا که 27,000 فیته. 45 روز ما توی کوه بودیم. و این چند نفر بودین اینجا؟ 4 نفر کلایمر بودیم، 2 تا گاید. 6 نفر بودیم، 1 نفر وسط راه حالش بد شد برگشت پایین واسه اینکه خیلی وزنش کم شده بود دیگه سیف نبود ادامه بده، ولی بقیه گروه همه به قله رسیدیم. به کدوم قله؟ قله چویو، 6th بلندترین قله دنیا توی همون رشته کوه هیمالایا است. خب حالا به حال اورست مرتفع ترین کوه دنیا هست، قله جهان هستش، بر رسیدن به اون فکر کنم خیلی سخت تر باشه، نه؟ اورست چون که اون تیکه اولش همیشه خیلی بهمن هستش و آیس والده، در واقع یک گلیشیریه که زنده است و در حال حرکت کردنه. ریسکی ترین تیکهش همون در واقع تیکه اولشه که ما حدود 20 اپریل اونجا خواهیم بود. البته ما 4 دفعه اون تیکه رو بالا و پایین میریم برای اینکه بدن عادت بکنه به ارتفاع جدید. ما هی میریم بالا میایم پایین که بدنمون شوک بدیم، دوباره میایم تو ارتفاع پایین تر میخوابیم. ریسکش اونه و اینکه 29,000 فیته. خب 2,000 فیت بیشتر از چویوه و این خودش یکم قضیه رو سخت‌تر میکنه. و اینکه 60 روز توی کوه سعی بکنم خودم رو با انگیزه. هوا چجوریه اینجا؟
من راستش بالاست. همیشه اینجا الان 25-6000 فیت، خیلی بالایی. اینجا هوا تاریکه؟ تاریک نیست، خورشیده، اتفاقا وسط روز هستش اینجا. نه میرم آسمون یه رنگ دیگه، آبی پررنگه. آبی همین رو میخوره؟ اینطوری میشه؟ آره آبی پررنگ. اوه مای گود، میگم آخه ببین در افقی که میبینی آبی کمرنگه، ولی بعد بالا سرت آبی خیلی پررنگه. پس آسمون رو شما پررنگتر میبینید وقتی که اونجا میبینید. فکر کنم چون تمیزتره و ارتفاع بالاتره اینجوری به نظر میادش. آره ما روز برای اینکه به قله برسیم 10 شب حرکت میکنیم. 10 شب حرکت میکنیم، بالا میریم که وقتی که یخا سفتر هستش و امتره بریم بالا، چون تو طول روز آفتاب میخوره، یخا شل میشه، سیف نیست، ممکن پامون بذاریم لیز بخوریم بیایم تا پایین. مثلا همین شب امن‌تره. بعد خیلی هم صحنه قشنگی هست وقتی که شب توی کوه یا مثلا 100 تا چراغ داره به سمت قله میره، تو همه چی تاریک تاریکه، آسمون میلیون تا ستاره است، اگه ماه باشه که دیگه اصلا خودش چراغ دیگه، اصلا چراغ احتیاج نداریم، و 150 تا چراغ این هدلایت های سر آدم ها هستش که همجوری به سمت بالای کوه میره. در واقع روز ما 45 روز که تو کوه بودیم، روز 36 به قله رسیدیم و بعدش به سمت پایین حرکت کردیم. به هر حال ممنونم از سارای عزیز، سارا صفوی، که یه همچین محبتی رو در وجود خودش برای ایثارگری ساخته و ریشه پیدا کرده، که امروز به هر حال من واقعا افتخار میکنم که شاهد چنین حرکت هایی هستیم. خب پس برنامه آینده چی هستش؟ بعد از ایورست بلندترین قله دنیاست و بلندترین قله تو نپاله، برای دخترای نپالی میرم. بعد از ایورست دارم دماوند رو میرم تابستون برای محک که پول جمع کنم برای دخترای سرطانی، و بعد از اون توی پاییز دارم کلیمانجارو رو میرم، بلندترین قله آفریقا، برای بچه های آفریقایی که خانواده هاشون این بچه ها بیماری البینیزم دارن. البینیزم یعنی زالی، که سفید هستن و موهاشون اینا سفید هستش. اینا توی یه خرافاتی هستش توی آفریقا، فکر میکنن مردم اونجا فکر میکنن اگر ببخشید، ولی فکر میکنن اگه بخورن بچه هایی که زالی دارن و مریضی هاشون خوب میشه، و اینا رو میان میکشن. بعد با ارگانیزیشن NOAH که واسه یه البینیزم هستش در تماس هم، که کلیمانجارا رو برای اونا کلیم کنم. ببینید خانم ها و آقایان که در دنیا چه خبره و ما کجا هستیم و چقدر فاصله با دنیاهای دیگران داریم. دنیاهای دیگران تا امروز بکنم فقط یه دنیا داریم، ولی خیلی دنیا هست، خیلی زندگی های متفاوت هست. به هر حال ممنون از شما. این آدرس ایمیل سارا هست، sara@empowernepaligirls.com sara@empowernepaligirls.com. میتونید از طریق ایمیل آدرس ایشون با ایشون در تماس باشید، ارتباط برقرار بکنید. اگر میتونید واقعا کمکی کنید، در این راه مزاحمت نکنید. این وظیفه هر ایرانی هست که هر انسانی و هر مرام و مسلک و مذهبی در این راه گام به گام با سارای عزیز بر روی کوه ها و قله ایورست همراه باشید. برقرار باشید، با امید به امید ایران نگاه کنید، با امید روزهای بهتر. باید